بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وأنئم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين إرغاما لمن رفض وسب وشتم. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وصحل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعال لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك، يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی، از مؤمنان و صالحان و حق جویان و منصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن همچون که رسول اکرم علیه السلام می فرماید سخن خداوند است و بهترین رهنمود رهنمود نبوی. و خدا را شاکریم که به من و شما توفیق داده که در محضر کلامش زانوی ادب بزنیم تا از فرامینش، از راهنمایی هایش، از نورش، از خورشید معنویتش برای روشن کردن قلب و فکر و دنیا و آخرت خود سود ببریم. در شرح بهترین سخن رسیدیم به آیه شریفه 33 از سوره مبارکه یوسف علیه و علی نبینا السلام. تلاوتش را بشنوید، بعد از اون ترجمه و تفسیرش را. اصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد
بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. چنین گفت یوسف به پروردگار که زندان مرا به از این گونه کار، از این زشتکاری که زنهای خام تقاضا نمایند، از این مدام، از من مدام، به لطفت اگر ای خدای غفور نسازیز من مکر زنهات و دور، بر ایشان کنم میل و ورزم گناه، چو اهل شقاوت بگردم تباه. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. پروردگارا، گفت پروردگارا، زندان بر من محبوب تر از چیزیست که اینها مرا به سویش میخونند، و اگر کید و مکرشون را از من دور نکنید به سویشون میل میکنم و از جاهلان میشم. اینجا ممکنه یه نفر بپرسه که چرا یوسف به جای زلیخا همه رو شامل مخاطب قرار میده. میماید اوننی ایلی، اون چی که مرا بهش میخوانن، در صورتی که کسی که اونو به سوی خودش میخوان زلیخا بود، بانوی دوم مصر بود، که گفت که ولئن لم یفعل ما امره لیسجنن، اگر اون چرا که من بهش دستور میدم انجام نده، من اون زندانی میشه. اینجا ممکنه گفت که یوسف ممکنه اشاره هایی، لمز و غمزه هایی از بقیه زنان که در این بزم شرکت کرده بودند دید که او را وادار به استجابت به امر زلیخا یا به خودشون میکنه، ولذا یوسف به جای کلم ضمیر مفرد ضمیر جمع به کار میبره. و تا اینکه خدا از این موضع خطرناک نجاتش بده، و چه بسا که بیش از یک زن به او توجه کرد، با چشمانش، با فعل انفعالاتش، با تعبیرهای خودش در صورتش، و گاهی تعبیر چشم است، تعبیر دست و پا و زبان کمتر نیست. در چنین مواردی به خصوص اشارات چشم کارسازه. و ولسه اینجا یوسف جمع به کار میبره، میماید اوننی ایلی، یعنی زندان برای من بهتر از اون چیزیست که من موافقت به درخواست زن عزیز یا بقیه زنان بخواد برای فحشا انجام بدم، یا یعنی که زنانی که به من اشاره میکنند که خودم از زندان نجات بدم و به رغبت زلیخا استجابت کنم. لیکن یوسف چکار کرد؟ به امام پناه برد، به امام زمان شیعه که دروغی بیش نیست پناه برد، به قبر این و آن پناه برد. نه خیر، مثل هر موحدی که پیامبران همه آمدند که مردمو به سوی خدا بخونند، به سوی توحید خدا بخونند، فقط پروردگارش را صدا کرد. شما الان موضع خود تو نگاه کن، اگر فقط به پروردگار پناه میبرید موحدید، اگر به امام و قبر امام و گنبد و بارگاه و امام دوازدهم و امام هارتپورت پناه میبرید بدون که مشرکید، این یک معیاره. یوسف مثل هر پیغمبری تنها به پروردگارش پناه برد و گفت که و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین، اگر مکرشان را، فریبشان را از من دور نکنید، من به سویشون تمایل پیدا خواهم کرد و از جاهلان خواهم شد. خب اینجا دوباره ممکنه یه نفر سوال بکنه که چرا یوسف رب صدا میزنه، اله صدا نمیزنه، در صورتی که منات تکلیف در الوهیت، در معبودیت
این که امر و نهی اله را معبود را بود پیروی کرد. لیکن یوسف با اسم رب، با اسم پروردگار خداوند و صدا میزنه برای که اعتراف فضلش باشه و برای که خداوند که او رو از بچگی تربیت کرد و اینجا با اسم ربوبیت صداش میزنه تا دوباره ازش دست بر نداره. یوسف میدونه که بشره، ان الانسان خلق ضعیفا و خلق الانسان ضعیفا، بخشید انسان ضعیف آفریده شده و اونم بشره، میدونه که اگر خداوند نجاتش نده چه بسا که ضعف بشری سراغش بیاد و از جاهلان بشه. جاهل اونه که سرانجام امور رو بهش توجه نکنه. با وجود که زندان بده، زندان سخته، لیکن زندان رو بر معصیت بر خالقش ترجیح میده و لذا به مربی اول باز میگرده و لذا فسجاب له ربه، پروردگارش، آفریدگارش، پروردگارش استجابتش کرد و کیدشون را از سرش دور کرد. چرا خداوند استجابتش کرد و این کید و این مکر رو که بسیار هم خطرناکه، زودترین نقطه ضعف مرده، ازش دور کرد؟ خاطر یک چیز، بر این که در دعاش صادق بود، در طلبش صادق بود. ای مسلمان، ای موحد، آنچه که تو مالکش هستید دعای طلب راستینه. جز دعا، جز درخواست، من شما مالک چیز دیگه نیستیم. وقتی خداوند صدق و راستی من شما رو در دعا ببینه و اصرار من شما رو در طاعتش ببینه و اصرار من شما رو در دوری از معصیت ببینه، استجابت میکنه. رضا در آثار اومده که ما کان الله لیعذب قلبا بشهوت ترکها صاحبها فی سبیل الله، خداوند قلبی را که شهوتی را در راه خدا ترک کرده عذاب نمی کنه. وقتی خداوند صدق و راستی در دعا را ببینه، در طاعتش ببینه، در دوری از معصیت را ببینه، انسان را کمک میکنه، از معصیت دورش میکنه. اما اگر در دعا انسان ضعیف باشه، متردد باشه، در دلش میلی به معصیت باشه، خداوند ازش دست برمیداره. اون موقع شیطان غلبه میکنه، اون موقعی که انسان به معصیت میفته. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین. خب بعدش فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهم، خداوند بهش فضل کرد، متولی شد. خالقش پشتیبانش شد، همونی که تربیتش کرده بود، همونی که قبلا هم حمایتش کرده بود، همونی که از چاه به کاخ رسانده بودش، از این کید خطرناک نجاتش داد. و این همون فریبی بود که بعدها پادشاه راجبش گفت بود که قال ما خط بکن از رابطتون یوسف ان نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا علیه من سو. موضوعتون چی بود که وقتی یوسف به طرف خود میخوندید گفتند که منزه هست خدا، ما او رو، ما ازش هیچ بدی ندیدیم. به هر حال این چونی بود که خداوند از مکر زنان نجاتش داد. مکر زنان بسیار خطرناکه و خداوند سمیع و علیمه، سمع مطلق و علم مطلق از آن اوست، هیچ چیزی برش مخفی نیست. و کسی که در دعاش صادق باشه دعاشو میپذیره. فاستجاب له ربه و صرف عنه کیدهن. و این
دور نگه داشتن کید زنان از دو راه بود. اول اینکه خداوند عزوجل در دل زنها یک یأسی انداخت که این یوسف حرفاشون رو قبول نمیکنه. و دومی که در قلب یوسف بغض زن، بغض معصیت و بغض این زنان در دلش انداخت. و الا در چون حالتی کمتر کسی نجات پیدا میکنه. لیکن انه هو السمیع العلیم، شنواست به قولت اگرچه هم حرف نزنید، علیم عالم به حالت اگرچه هیچ اون حالت رو به هیچ کسی هم نگید. وقتی در اعماق قلبت میخواید از اسیان خدا دوری کنید، خداوند به حالت علیمه اگر هیچ حرفی هم نزنید. و وقتی که شما خدا رو دعا میکنید میشنوید، وقتی ساکت میشید از حالت خبر داره، بلکه سمیع و علیم تنها اونه. همه مشرکان، همه عیسی پرستان و عزیر پرستان و علی پرستان و امام پرستان و قبر پرستان و پیر پرستان و پاتال پرستان، این سمیع و علیم بودن خدا رو به بزرگان خود دادن، اونها رو جای خدا نشوندن و بدین وسیله مشرک شدن. ورزا وقتی که من شما یک مشکلی پیدا میکنیم، فشاری، اکراهی، فریبی، مکری، باید تنها به خدا پناه ببریم. در دلمون جز خدا نباشه، بگیم ای خدا ما جز تو کسی نداریم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط و فقط تو رو میپرستیم و فقط از تو کمک میطلبیم. وقتی چنین دعا بکنی بعدش بگو خدایا این شر رو از سرم دور کن. و بعدش خدا میفرمد که ثم بدا لهم، براشون ظاهر شد، نگفت برای زنها ظاهر شد، برای همشون، یعنی عزیر رو هم که همسرش باشه، مشاورانش، مقربانش، همه رو داخل موضوع کرد که در این رسوایی شریک باشن، در این بدنامی که نتیجهش مذمت آره که چکار بکنن. این همسر نخست وزیر کشور زیر چشمانش، زیر گوشو چشم میبینه و میشنوه، هیچ غیرتی به خرج نمیده، هنوز اصرار داره که به یوسف برسه. تازه زنان اعیان کشور دعوت کرده، از اونا میخواد که وساطت کنن. الان هم میگه ولی لم یفعل ما امرو، اگر چون این کاری انجام نده که من دستور میدم زندانیش میکنم. این چه همسریه؟ مردانگیش کجاست؟ غیرتش کجاست؟ اون میاد با مشاورانش مشورت میکنه، با بزرگان دولت، با حواشیش، به این رأی میرسند که برای خاموش کردن این فتنه، اینکه اشاعات کمتر بشه، باید این جوان بیگناه زندانی بشه، چون به همسرش قدرت نداره، دستش نمیرسه، مسلط برش نیست. وای به اون روزی که مرد زیر دست زن قرار بگیره، وای به اون روز که زن فرمانده خانه بشه. برزا راحلش هم ظالمانه بود، یوسف مبرا مظلوم و زندانی کرد در صورتی که به خانوادهش خیانت نکرد. پاکی و براءت و پاکدامنی و عفت از چهره یوسف میباره. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، بعضی که آیاتی دیدن. چه آیاتی؟ اینکه پیراهن یوسف از پشت پاره شده، اینکه به دلالت بر پاکیشه. ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، زلیخا اعتراف میکنه که من اون رو به طرف خود خوندم لیکن پاکی رو اختیار کرد. همه این مواضع دلالت بر طهارت، عفت و پاکدامنی یوسف میکنه. علی رغم همه اینها دستور زندانیش میده.
لیسجننه، حتی حین تا مدتی او رو زندانی کنند. تازه موعد مشخص نیست. تا اینکه این فتنه خاموش بشه، تا اینکه شایعات آرام بگیره، تا اینکه زلیخا همسر عزیز مصر این قضیه رو فراموش کنه. یوسف زندانی میشه و حتی در یوسف در زندان هم یوسفه، پیامبره، همچون که در خارج زندان رفتارش رفتار پیامبرانه، در داخل زندان هم همچنین با عرفانش، با خداشناسیش، با احسانش، با کمکش به دیگران، با مهربانیش، انسان هر جا خودش شده. اما انسان هایی که بنابه شرایط زمان اخلاقشون تغییر میکنه، چون این اخلاقی اخلاق تاجر صفتانه، اخلاق مکارانه، اخلاق ساختگیه. شخصی رو که در حالت مثلا وسعت و راحتی میبینید که خوش اخلاقه، در حالت شدت میبینید که اخلاقش تنده، در حالت فقر بخیلش میبینید، در حالت ثروت غنیش میبینید، کریمش میبینید. این اخلاق اخلاق ساختگیه. قهرمانی اینه که انسان حالتش هیچ موقع تغییر نکنه، چه در شدت، چه در رخا، چه در نعمت، چه در تنگ دستی، چه در صحت، چه در مرض، چه در قوت، چه در ضعف، چه که دنیا بات باشه یا نباشه، چه داخل زندان باشه چه خارج زندان. بعد از اینکه علامت های دال بر براءت یوسف علیه و نبی صلی الله علیه و سلم در مقابل عزیز مصر و مشاورانش ظاهر شد، مشخص شد که این انحراف از طرف زن عزیز مصره و هنوز اصرار داره که یوسف رو به طرف خودش بکشه بدون خجالت، بدون از رسوایی ترس داشته باشه. با این حال عزیز مصر یک حکم بیست حکم دادگاه های انقلاب ایران صادر کرد، بیگناه و گناهکار به جای گناهکار نشون، تا اینکه مدتی بین یوسف و بین زلیخا دوری باشه، تا شاید زلیخا آرام بگیره، تا اینکه این رسوایی مردم فراموش کنند. و تازه یوسف و مسئول آنچه که در خانه عزیز مصر رخ داده بشناسند. کلمه ای که لیس جنون نهو مدت زندانی بشه، هنوز درش یک نوع محبت راجب محبت عزیز مصر راجب یوسف وجود داره. دستور به قتلش نداد، دستور به تبییدش نداد، بلکه اون از همسر خودش دور کرد. ولی از مقایسه دادگاه های خامنه‌ای و خمینی با دادگاه های فرعونان سابق یک ظلمه، درست نیست، دقیق نیست. و زندان همچنان که ما شما میدونیم مقید کردن آزادی انسانه. قاضی یا حاکم احساس قدرت میکنه بلکه شخصی رو شرش رو از جامعه دور کنند، اون رو زندانی میکنند و در زندان انسان هیچیش در اختیار خودش نیست. ممکنه مورد شکنجه قرار بگیره، مورد اهانت قرار بگیره، پناه بر خدا. زندان چه در قدیم چه در جدید همینه که همینه. کسانی که به دموکراسی افتخار میکنن، ببینید در گوانتانامو چه میگذره، در زندان ها خودشون چه میگذره، اگر چه نسبت به زندان های کشور خودمون هتله. و داخل معه سجن فتیان، دو تا جوان با او داخل زندان شد، که اینو میذاریم برای روز بعد انشاءالله.